سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام به شما در مورد میزان درآمدی که در درآمد دلاری، البته یا البته برای دوستانی که توی ایران هستن، درآمد ریالی که میتونن از رفرال مارکتینگ یا بحث دیگری که وجود داره افیلیت مارکتینگ به دست بیارن توضیح بدم. تفاوت این دوتا رو بهتون بگم و اینکه شما متوجه بشید که تو چه میزان فروشی به نظرتون میتونید در کدوم یکی از شاخه‌ها موفقیت بیشتری رو از آن خودتون بکنید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. تلگرام و اینستاگرام این بالا هست، زیرنویس ویدیو هم شده. یه کانال یوتیوبی جدیدم راه انداختم به اسم ویدیوهای آموزشی، اونجا رو هم حتما سابسکرایبش کنید که به زودی تمام فعالیت من اونجا آغاز خواهد شد و ویدیوهای من اونجا منتشر میشه. اما یه مورد دیگه هم بهتون بگم، دوستانی که علاقه‌مند به گذروندن دوره‌های افیلیت مارکتینگ هستن و به دنبال یه مدرک معتبر می‌گردن که اون مدرک قابل ترجمه باشه، قابل مهر وزارت خارجه باشه و قابلیت استعلام رسمی رو داشته باشه، بهتون میگم که به زودی دوره‌های آموزشی من توی ایران برگزار میشه تو دو تا از مؤسسات آموزش عالی که به زودی لینکشون رو انتهای ویدیوها منتشر می‌کنم. از طریق این دو تا مؤسسه میتونید، مؤسسه آموزش عالی میتونید توی دوره ها شرکت بکنید. دوره ها چون توی ایران حضور ندارن به صورت آنلاین برگزار میشه و این فرصت برای شما هست تا از هر نقطه از ایران یا حتی هر نقطه از دنیا بتونید توی این کلاس ها به صورت آنلاین شرکت بکنید و دوره های بسیار خوبی رو بگذرونید، یه مدرک معتبر دریافت کنید، این مدرک قابل ترجمه رسمی باشه، بتونید برای مهاجرتتون، کارتون یا تحصیلتون توی هر یک از کشورها از اون مدرک استفاده بکنید. منتظر باشید، سعی میکنم به زودی با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده در این دوره ها رو شرکت بکنید. تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. در مورد رفرال مارکتینگ و در مورد افیلیت مارکتینگ مطمئنن شنیدید. ببینید، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، وبسایت‌ها یا حتی همون سوشال مدیا و پیام رسانه‌ای که شما دارید استفاده می‌کنید، با تمام امکانات و قابلیت‌های خیلی زیادی که دارن، امروزه به عنوان یه ابزار فوق‌العاده خوب مورد توجه خیلی از کسب و کارها قرار گرفتن و همه از اونها استفاده می‌کنن. مطمئناً توی دنیای پر رقابت موجود، مخصوصاً توی فضای مجازی، بدون برنامه و داشتن یه برنامه مشخص و عملاً استفاده از روش‌های مؤثر بازاریابی، شما موفقیت چندانی به دست نمیارید. روش‌های خیلی مختلفی برای بازاریابی توی اینترنت وجود داره و شما میتونید به راحتی فضای مجازی رو از آن خودت بکنی. از جمله اونها میشه به رفرال مارکتینگ اشاره بکنم، یا بازاریابی ارجاعی، یا حتی بازاریابی بر اساس افیلیت مارکتینگ یا سرویس همکاری در فروش که توی ایران میشه بازاریابی و همکاری در فروش. این توی بحث فروش میشه به اینها اشاره کرد. خیلی از کاربرا ممکنه که این روش‌های بازاریابی رو بیان با هم دیگه اشتباه بگیرن. توی اون چیزی که الان با هم دیگه قرار صحبت بکنیم، من تفاوت بین رفرال مارکتینگ و افیلیت مارکتینگ رو بهتون میگم تا بدونید کدوم یکی از این روش‌ها میتونه برای شما درآمدزا باشه و از کدوم یکی از این روش‌ها شما میتونید درآمد بیشتری رو به دست بیارید. بذارید من ویکی‌پدیا رو باز کنم. توی ویکی‌پدیا در مورد رفرال مارکتینگ توضیحات خیلی خوبی نوشته، یا حتی شما اگر یه سرچ مختصر هم داشته باشید، وبسایت‌های خیلی زیادی رو پیدا می‌کنید که در مورد رفرال مارکتینگ توضیح داده. اما در مورد رفرال مارکتینگ یا ریفرال مارکتینگ، بذارید بهتون بگم که یه بازاریابی دهان به دهانه بر پایه اعتماد، یعنی اینکه یکی از روش‌های مؤثر به شما میاد که افراد میان بعد از اینکه یه محصول رو خرید میکنن و از اون کالا مثلا استفاده میکنن، میان دوستاشون رو معرفی میکنن، خانوادهشون رو و نزدیکای خودشون رو میان برای خریدن اون محصول میان عملا تشویق میکنن یا میان ترغیبشون میکنن و به طور معمول فروشگاهایی که از اونها خرید کردن رو میان به اطرافیان خودشون پیشنهاد میدن. پس این میشه رفرال مارکتینگ. یادتون باشه در روش بازاریابی رفرال سعی میشه تا افراد قابل اعتماد توی تبلیغات ازشون استفاده بشه. البته افراد قابل ارتباط فقط مربوط به محدوده خانواده یا مثلا دوستاتون مطمئنا نخواهم بود، یعنی شما نمیتونید متصور بشی که فقط دوستا و خانواده ای من میتونن اون افراد قابل ارتباط من باشن، بلکه شما هر فردی که بتونه
روی بقیه افراد تأثیر بذاره رو میتونی توی بازاریابی رفرال بهش کمک بکنی. مثلا ببینید توی جامعه ایران همه دارید میبینید توی اینستاگرام شما اینفلوئنسرها رو میبینید، سلبریتی ها یا افرادی که بلاگر هستن و یا افرادی که خب میتونن روی بقیه برای خریدن یه محصول تاثیرگذار باشن، میتونه توی بازاریابی رفرال یا همون بازاریابی ارجاعی به شما کمک بکنه. پس شما الان رفرال مارکتینگ رو به صورت کامل متوجه شدید. اما بحث افیلیت مارکتینگ که من شاید بالغ بر 200 یا حتی بیشتر ویدیو در موردش آماده کردم، توی اونها توضیح دادم که اصلا افیلیت مارکتینگ چیه. توی بحث افیلیت مارکتینگ یا به اسم بازاریابی معروفه یا سرویس همکاری در فروش، که همه اینو میدونن که بازاریابی یه بازاریابی واسطه‌ایه، شما میتونی همکاری در فروش داشته باشی و یکی از روش‌های مؤثر کسب درآمد توی فضای اینترنته، توی فضای مجازیه. افیلیت مارکتینگ رو همین الان اگر سرچ هم بکنید به اسم بازاریابی پورسانتی هم اسم گذاشتن، یعنی شما با این اسم هم میتونی این رو شناسایی بکنی و بشناسیش. در واقع توی این روش پیشنهاد خرید یا معرفی محصول روی یه وبسایت یا یه وبلاگ که برای یه فرد خاصی هست، مثلا ممکنه وبلاگ من باشه، سایت شما باشه یا وبلاگ خیلی از افراد، قرار داده بشه و اگه تبلیغات اون وبلاگ و وبسایت یا حتی پیج اجتماعی که شما الان دارید باعث فروش یه محصول بشه، در نتیجه اون شخص به عنوان ناشر از صاحب محصول یه پورسانت رو دریافت میکنه. به این میگن افیلیت مارکتینگ. من میام یه کالایی رو از یه فردی که تولید کننده است میگیرم، به زبون ساده تر توی سایت خودم تبلیغش میکنم، افراد میان از طریق اون تبلیغ روی لینک هایی که من گذاشتم ثبت نام میکنن، توی اون سایت تولید کننده خریدشون رو انجام میدن. به این میگن افیلیت مارکتینگ. خیلی خیلی ساده. افرادی که به عنوان ناشر توی تبلیغات افیلیت مارکتینگ میان شرکت میکنن، همکاران فروش اسمشون هست، یعنی میگن همکار فروش. من همکار فروش مثلا شرکت تولیدی پاکسانم، یا مثلا من همکار فروش شرکت سامسونگم، یا من همکار فروش شرکت الجی ام. و بعد کمیسیون مشخصی هم بعد از اینکه مشتری میاد اقدام به خرید انجام میده، این اقدام خاص رو میاد انجام میده، من دریافت میکنم. این اقدام خاص ممکنه برای یه محصول باشه، ممکنه برای یه تعداد بسیار زیادی از محصولات اون فروشنده باشه. به این میگن افیلیت مارکتینگ و به اون کسی که این کار رو داره انجام میدن بهش میگن همکار فروش. خب شما ببینید این دوتا روش بازاریابی با همدیگه تفاوتهایی داره، از جمله اینکه توی روش بازاریابی افیلیت شما پورسانتتون به ازای کلیک توسط مشتری یا خرید یه محصول یا حتی دیدن صفحه فروش به شما پرداخت میشه و به شما تعلق میگه. در واقع تو روش افیلیت مارکتینگ انگیزه مالی که برای شما ایجاد میشه هدف اصلی برای همکاری در فروشه. یعنی من اگر یه کالایی رو میگیرم از فلان شرکت میخوام بفروشم، پورسانت خوبی داشته باشه، میتونم این انگیزه رو در خودم به وجود بیارم که برای رسیدن به اون پورسانت بیشتر تبلیغ بکنم و بیشتر این کالا رو معرفی بکنم. اما در روش رفرال که بهتون گفتم، اون چیزی که بیشترین فروش رو برای شما ایجاد میکنه یا همون اعتماده که رکن اصلی فروش شماست. توی بخش رفرال مارکتینگ عملا بازاریابی بر اساس اعتماد و رابطه حاصل میشه بین طرفین. حالا هر کسی میتونه باشه، برای جذب مشتری تأکید میشه و افراد بر اساس اعتمادی که به بقیه دارن اقدام به خریدن یه محصول میکنن. این دوتا تفاوت‌های خیلی خیلی عمده‌ای بود که بین افیلیت مارکتینگ و رفرال مارکتینگ مطرح بود. چون دوستان سوالایی از من پرسیده بودن توی کامنت‌ها، سعی کردم توی این ویدیو به صورت خیلی کوتاه تفاوت‌های این دوتا رو به شما دوستان عزیز بگم. سعی می‌کنم در مورد یکی دیگه از بحث‌های بازاریابی توی چند تا ویدیو آینده حتماً یه توضیح مختصری در مورد یه روش جدید همکاری در فروش باهاتون در میون بذارم. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید. بازم تاکید میکنم دورای آموزشی افیلیت مارکتینگ که با اعطای مدرک وزارت علوم هست به زودی توسط دو تا از مؤسسات آموزش عالی توی ایران برگزار میشه. مدرک قابل استلام رسمی از وزارت علوم هست، مدرسش خود بنده، به صورت آنلاین برگزار میشه. این دوره ها رو به زودی من لینک های ثبت نامش رو انتهای ویدیوها خواهم گذاشت تا بتونید اونجا ثبت نامتون رو انجام بدید و یه مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی برای مهاجرتتون، کارتون یا ادامه تحصیلتون توی هر یک از کشورهای دنیا بتونید به دست بیارید و بهتون معرفی خواهم کرد. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و این ویدیو رو مشاهده کردید. برای همتون آرزوی شب روز خیلی خوبی دارم. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.